پیام استاد جلال، مرد تاریخ وطن از داخل زندان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال پیام روز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. به نقل از صفحه رسمی مقاومت، پیام استاد جلال، مرد تاریخ وطن از داخل زندان. تازه کسی از طالبان بدخشانی همراه دو تن از خویشاوندان استاد جلال امروز با استاد جلال دیدار داشتند، میگویند استادی که در یک اتاق نگهداری میشد، از کلکین اتاق با استاد سلام کردیم و حالش را پرسیدیم. استاد گفت بچه هایم زحمت کشیدید، اینجا برای من تازه نیست و دیگر این که اینجا من نیایم دیگر که می آید. شما به دوستان سلام بگویید و بعد از سلام بگویید که من را در مصرف بگیرند. اگر زنده رفتم هم خوب خوب و اگر زنده نرفتم هم پریشان نباشند. یادتان نرود، شاید من اولین کسی باشم که اینجا آوردند، اما بعد از من خیلی خیلی اینجا خواهد آوردند. بروید بچه ها را سلام بگویید. در همین حال به نقل از خبرگزاری خامه پرست، شماری از زنان معترض در کابل خواستار آزادی استاد فیض الله جلال شدند. شماری از بانوان در حمایت از فیض الله جلال استاد دانشگاه کابل که روز گذشته توسط طالبان بازداشت شد، دست بر راه پیمایی زده و خواهان رهایی او شده اند. این معترضان با شعارهای صدای استاد جلال صدای مردم است و رهایی استاد جلال آرزوی ما است گفتند که طالبان با چنین اقدام نمیتوانند صدای مردم را خاموش کنند. معترضان بازداشت فیض الله جلال را غیر قانونی و خفه کردن صدای آزادی بیان دانسته و میگویند کسی را به جرم حقیقت گویی توقیف و شکنجه نکنید. پس از واکنش های گسترده به بازداشت آقای جلال، شب گذشته ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بازداشت فیض الله جلال استاد پوهنتون کابل را تایید کرد و او را یک شخص متعصب خواند. این سخنگوی طالبان در یک توییت نگاشت که آقای جلال برای چرندیات خود در رسانه‌های اجتماعی گرفتار شده است که مردم را علیه نظام تحریک می‌کرد و با آبروی مردم بازی میکرد. او افزود که بازداشت آقای جلال به این دلیل صورت گرفت که تا باشد که کسی دیگر از آدرس استاد و دانشمند دست به چنین یاوه‌گویی، شخصیت کشی و حد که حرمت انسان ها نزند. پیش از این سازمان عفو بین الملل بازداشت آقای جلال را تقبیه کرده و در یک توییت نگاشته بود که او به دلیل استفاده از حق آزادی بیان و انتقاد بر طالبان در یک برنامه تلویزیونی بازداشت شده است. در همین حال به نقل از اسپوتنک افغانستان، زبیر عثمانی فرمانده محمد اسماعیل خان فرمانده جهادی حوزه غرب افغانستان در یک مصاحبه ویژه به خبرگزاری اسپوتنک افغانستان گفت که امیرخان متقی روز گذشته با محمد اسماعیل خان دیدار داشته است، همچنان امروز نیز دیداری خواهد داشت. او افزود آنها دیروز هم دیداری داشتند و امروز هم دیدار خواهند کرد. این فرمانده تاکید دارد که آنان روی حکومت همشمول گفتگو می کنند. او گفت روی حکومت
مشارکت ملی مذاکره دارند. حالا همچنان بحث روی خود امیر صاحب اسماعیل نیز می باشد. آقای عثمانی تاکید دارد که محمد اسماعیل خان تا کنون هیچ پیشنهادی را از جانب خود به طالبان نداده است. حکومت اسلامی بحث تازه اسماعیل خان با متقی در تهران. زبیر عثمانی، فرمانده محمد اسماعیل خان، فرمانده جهادی حوزه غرب افغانستان در یک مصاحبه ویژه به خبرگزاری اسپوتنیک افغانستان گفت که طالبان با جمهوری اسلامی مخالفند. او گفت حالا امارت اسلامی است. حالا هم تاکید دارند. روی این تاکید ما این است که زمانی که حکومت مشارکت تشکیل شود باید به حکومت اسلامی تغییر کند. او تاکید دارد طالبان با جمهوریت اسلامی مخالفند. او یکی از پیشنهادات محمد اسماعیل خان را این گونه عنوان کرد: باید رئیس جمهور باشد، باید با آرای مردم انتخاب شود، یک دولت موقت 6 ماهه با نظر داشتن سیاسون تشکیل شود، پس از آنان انتخابات صورت می گیرد. آقای عثمانی افزود که پس از ختم دوره 6 ماهه حکومت موقت طالبان باید یک حکومت اسلامی تشکیل شود. از ختم دوره موقت حکومت اسلامی انتخابات برگزار می شود. این فرمانده اظهار داشت که تا کنون طالبان جواب مثبت به پاسخ‌ها نداده اند. در همین حال عایشه احمدی در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: طالبان به یک خانه در عقب خیمه لوی جرگه در کابل حمله کردند. شاهدان می گویند این خانه مربوط یک باشنده آبدره پنجشیر می باشد که 2 تن از پسرانش منصوبین قطعه 01 امنیت ملی بوده اند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. ما منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما دوستان هستیم. جهت حمایت از ویدیوهای روزانه ما کانال یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. تا ویدیوهای دیگر، الله یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.